سخنرانی محمد بهمن‌بگ در دانشسرای تربیت معلم عشایری سال 1349. بدون شک یکی از سیاه‌روزترین و بی‌نهایت‌ترین جماعات انسانی که روی کره خاک زندگی کرده است و می‌کند جماعات عشیره‌ای ایران است. مردمی که این جماعات را تشکیل دادند و می‌دهند پیوسته مردمی بودند گرسنه، برهنه، بی‌رفاه و آسایش و هنوز هم حال به همین منوال است. عشق بیش از آب چهره پدران و مادران ما را شسته است و خون بیش از شربت و شراب به کام نیاکان کسان و خیشان ما فرو ریخته. کودکی که شیر کافی نخورده است و رنگ‌آلود و چشم دیده است نمی‌تواند در مقابل بیماری‌ها مقاومت کند. ارتباطی مسلم بین میزان تلفات و نوع مقدار غذا موجود است. کودکانی که اگر میماندند در مدارس عشایری برای ما مشاعره میکردند، خط خوش مینوشتند، کنفرانس میدادند و مسئله ریاضی حل میکردند. در روزگاری که جماعات مطمئن و مرفه حروفان کرم را با ناز و نخوت میپذیرند، برادران و خواهران ما، پدران و مادران ما از گرسنگی به یاد ترس گرسنگی برای چند صد تومان در ماه چه تلاش و تقلایی میکنند. چگونه ممکن است که انسان دلی در سینه داشته باشد و از دیدن این اطفال با آن همه هوش و فراست که میدانید و میدانیم، با آن همه جسارت و افتخار طلبی که میدانید و میدانیم متأثر نشود؟ با این وجود باز هم در کار درس این همه سر و صدا میکنند، میخوانند، مینویسند، حساب میکنند. محالت جستخیز آنها در نمایش ها و شعرخانی ها و کنفرانس ها مرا در کمال شرمندگی به نعمت خوراک و پوشاک متنعم هستم شدیدن خجل و شرمنده می سازد. متصدیان اصلاحات، مأموران عادی و فوق عادی شهرها و مملکت، داعیداران و نجات میهن و هم میهن و در حقیقت سیاهان و توریست های ولگرد اداری انتظامی دایم در کنار این آخرین سفره های عشایری به رایگان می نشینند و اکیدن توصیه و سفارش می کنند که آیین باستانی و راه و رسم مهمان نوازی تاریخی عشایری را فراموش نکنید. ما را به قارتگری رسوا کردند در حالی که از ما قارت زده تر کسی نیست. چند پیش از یک مدرسه عشایری دیدن می کردم کودکی دستگاه گوارش را بر تخت سیاه کشید و از دهان مری و معده سخن گفت که غذا چگونه از این مجاری می گذارد و تغییر و تبدیل می آورد. گفتم غذا چیست؟ گفت نان. گفتم فقط نان؟ گفت فقط نان. کودکان ما مزه خاک و گل و سنگ را به کلیات چشیدند ولی به شکلات و شیرینی و میوه دسترسی ندارند. من از صفحات کتابهای دبستانی هر جا که مزین و آراسته به تصاویر میوه و شیرینی است خجالت میکشم. فقط با تاریخ قرآن نمیتوان غرور را نگاه داشت. بین غرور و سیری و حقارت و گرسنگی ارتباطی منطقی و اجتناب ناپذیر است. چنین است اوضاع و احوال و سیمای عمومی مردم عشایری، سیمای قوارالود.
قیافه مردم سیر می درخشد، شادان روشن است، حرکات مردم موفق موزون و خوشاهنگ است، ولی قیافه عمومی مردم ما چنین نیست. هر حرکتی حاکی از مصیبتی و هر تکانی نشانه درد و بلایی است. چاره چیست؟ چاره چیست؟ شکی ندارم که شما همه با من شریک و موافقید که باید به پای ایستاد و قیام کرد. تاریخ نشان داده است که گرسنگی مادر بسیار از قیام‌های روی زمین بوده است. تاریخ ما از جنوب ایران نشان می‌دهد که این محرک بزرگ بارها میل به قیام را در میان اقوام و قبایل ما آفریده است، لیکن ما به سبب بی‌سوادی هیچ کار از قیام‌های خود سودی نبردیم و سما را دو دستی تقدیم کسان می‌کردیم که در قارت ما سهیم بودند. کلید مشکلات ما در لابلای الف با خفته است و من اینک شما را به یک قیام جدید و مقدس دعوت می‌کنم، قیام برای با ثبات کردن مردم ایلات. من بنام این مردم با این چشمهای بیفروغ، پوستهای پرچروک، لباسهای ژنده، شکمهای گرسنه، با این لبهای بیخنده و دلهای پرخون، بنام چوپانها، مهترها، درونگرها، هیزون کشها، میزنها، فعلها، بیکارها و ولگردها از شما میخواهم که به پا خیزید و روز و شب و گاه و بیگاه دست بخوانید، دست بدهید، دست بخوانید.